سلام دوستان عزیز، میخوام براتون یه غذایی درست کنم به نام دو پیازه کدو. این دقیقا مثل دو پیازه سیب زمینی یا به زبان شیرازی دو پیازه آلو هست. البته بعض جاها به نام یتیمچه کدو هم میگن. یه دونه پیاز دارم که این پیاز نگینی خورد میکنم. دو تا گرجه دارم که گرجام به همین صورت نگینی خورد میشه. کدوها موقع خورد کردم نشونتون میدم. ادویه‌جات این غذا: یک قاشق چای خوری نمک هست، 3 حب سیر هست، نصف قاشق چای خوری زردچوبه هست، 1/4 قاشق چای خوری فلفل سیاه هست، 1 قاشق چای خوری هم آبشن هست. این هم نصف لیمو هست که آبش رو گرفتم و روغن به اندازه نیاز و علاقتون. در مرحله اول من 5 قاشق روغن معمولی، البته میشه روغن زیتون هم ریخت، ولی من روغن آفتاب گردون دارم میرزم. اینم یه دونه پیازی که خرد شده بود ریختم توی اندازه گوجه فرنگی هم ببینید. خیلی زیاد ضخیم نیست، خیلی سریع هم آب میشه. کدوها رو که خرد کردم ببینید، تمام کدو 1/4 و به ضخامت تقریبا 3 میل تا 4 میل. میبینید؟ کدوها باید به همین نازکی خرد بشه. پیاز سرخ کرده به این مرحله رسیده. الان تمام ادویه رو مخلوط میکنم باشه. بعد از یک دقیقه که تفتاده شد، الان هم گوشت فرنگی ها رو یه دقیقه اینم تفت بدم. توجه کنید گوشت فرنگی ها یه کمی خودشون رو ول کردن که این کدو رو بهش اضافه میکنم. الان این آب لیمو رو میریزم به اندازه همین ظرف. آب اضافه میکنم، نه بیشتر از این، چون این غذا بایستی بدون آب پخته بشه، ولی اگه یک ذره آب نریزیم میسوزه. درجه حرارت باید روی متوسط رو به پایین باشه و درجه حرارتش نباید بالا باشه. در حدود یه ربع ساعتی گذشت یه نگاه میکنید، اگر دیدید که آماده است برمیدارید، اگر نبود یه 10 دقیقه بهش وقت بدید. در کل بایستی 20 دقیقه باشه. دوستان عزیز من، این دو پیازه کدو یا یتیمچه کدو تموم شد. به این مرحله که میرسه، مرحله هست که وگن ها و گیاهخواران میتونن استفاده کنن. الان من میخوام یک روش دیگه هم بهتون نشون بدم که دیگه وگن ها نمیتونن بخورن. این ماهی تابه رو من 2 قاشق روغن مایه میریزم داخلش. خب این تابرم اینجوری تکون دادم که همینجا روغن پخش بشه. از همین غذا یه مقدار دیگه دارم که میریزم توی این. خب اینجا 2 تخم مرغ رو میشکنم روی این. سفیده رو من یه کمی با اینا قاطی میکنم، ولی زرده رو میذارم همینجوری بمونه. بعد میذارم روی اجاق و یه ظرف میذارم روش سر مایتابه رو که این زرده ها هم سالم بمونه. خب دوستان، 2 مدل غذا در زمان بسیار کوتاه مخصوص وگن و گیاهخواران، این هم برای افرادی که تخم مرغ دوست دارن بخورن. این غذای خوشمزه رو شما هم درست کنید، بخورید، لذت ببرید. سابسکرایب و کامنت یادتون نره لطفا.
اگه دوست دارید برنامه‌های دیگه ای رو از بابا پز ببینید، حتما زنگوله رو فشار بدید و با امید دیدار. نوش جانتون.